سلام دوستان، چطورین؟ خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. آقا امروز قراره بهتون یه ایده کسب درآمد از یوتیوب بگیم که نمونه فارسی که اصلا نداره، نمونه انگلیسی هم من بیشتر از یه دونه کانال پیدا نکردم که تو این حوزه به صورت تخصصی کار کنه. نه نیاز به صداتون داره، نه نیاز به تصویرتون. البته خودتون که قطعا باید توی ویدیو باشین، ولی میتونین از ماسک استفاده کنین یا اینکه میتونین اصلا از صورتتون فیلم برداری نکنین، ولی فقط همون دستتون توی ویدیو باشه کافیه. خیلی خب، قبل از اینکه بریم سراغ معرفی این ایده و نحوه کار باش، لطف کنید اگه از این سبک ویدیوها خوشتون میاد حتما ویدیو رو لایک بکنین، کانال حتما سابسکرایب کنین، زنگوله بغلش رو یا همه تنظیم کنید تا به محض اینکه ویدیو جدیدی منتشر کردم سریعا ازش مطلع بشین و بتونین ویدیوشو ببینید. در ضمن ویدیوهای قبلی رو به شما فراموش نکنین. با استفاده از همین ویدیوهای قبلی میتونین از یوتیوب درآمد خیلی خوبی داشته باشین، چون ایده های خیلی خوبی معرفی کردیم که نه نیاز به صداتون داره، نه نیاز به تصویرتون. اوکی، بریم سراغ ایده جدیدمون. ببینید، چیزی که تو این ویدیو قراره بهتون معرفی کنیم ایده بالون ASMR هست. ببینید دوستان، این شخص رو دقت بکنید، همه ویدیو شورت هایی که توی صفحه اول یوتیوب اومده متعلق به این شخصه. میدونین دلیلش چیه؟ چون کسی دیگه ای نیستش به غیر از این که توی این حوزه به صورت تخصصی فعالیت کنه. یعنی اگه شما بخواید توی این حوزه فعالیت بکنین، میشین دومین کانال. به غیر از شما کسی نیست، فقط همین پسر است. پس این یه فرصت خیلی خوبه. در ضمن هزینه زیادی هم واسهتون نداره، در ادامه بهتون میگم چطوری هزینه رو کم کنین. خیلی خوب، همونطور که میبینین از طریق ویدیو شورت که بازدیدهای خیلی زیادی میخوره. ببینید، این ویدیو رو 41 میلیون بازدید خورده، ولی خب این به صورت تخصصی فقط تو حوزه بادکنک کار نمیکنه، تو حوزه اسلایم و اینا کار میکنه. هر دم میاد بادکنکم قاتیش میکنه، ولی تنها کانالی که تو این حوزه به صورت تخصصی فقط بادکنک کار میکنه همونطور که گفتم این پسر است، دیوید بک. ببینید دوستان، این ویدیوش 1.2 میلیون ویو خورده. اگه بیایم پایینتر 34 میلیون، بیایم پایینتر این یکی کانال 104 میلیون. خب ببینید دوستان، کارش چیه؟ کار این شخص اینه که میاد توی بادکنک ها رو پر آب میکنه، بادکنک ها رو میذاره توی فریزر، یا اینکه نه کلا پر آب میکنه، با همون آب خالی کارش رو انجام میده و میاد لایه لایه اون بادکنک ها رو میبره. حالا این ویدیوش اینطوری بودا، میتونین ایده های دیگه هم ببینین. ببینید همه جوره داره از این استفاده میکنه. من این کانال زنه رو که اسلایم و اینام کار میکنه بهتون نشون نمیدم، چون میگم بیشتر ایده هاش با اسلایم، بادکنک خیلی کم استفاده میکنه. البته 10 میلیون ساب داره، ولی قبلا راجع به اسلایم صحبت کردیم، هزینش خیلی بالاست. اصلا واسه شمایی که یه یوتیوبر تازه کارین نمیصرفه که بخواین بیاین توی حوزه اسلایم کار کنین. پس این کانال رو رد میکنیم، ما میریم سراغ همین کانال دیوید بک که با بادکنک کار میکنه. ببینید دوستان، چند تا ویدیو لانگ گذاشته، کلن فکر کنم 11 تا ویدیو لانگ دیگه، آره کلن 11 تا ویدیو لانگ منتشر کرده، ولی 602 تا ویدیو داره. پس ببینید نزدیک 600 تا ویدیو شورت فقط درست کرده. پس درآمد اصلی این شخص از ویدیو شورت هاشه دیگه، خودتون دارین میبینین دیگه. ببینید همه ویدیوها با بادکنکه، هیچ ویدیو دیگه ای نداره، همشون با بادکنکه. حالا نگاه نکنیم بین این 600 تا ویدیو دو تا ویدیو از دوچرخ استفاده کرده، ولی همش از طریق بادکنکه. خب دیگه، تا اینجا فهمیدین کارتون چیه. شما قراره یه سری بادکنک بخرین، توشو پر آب بکنین یا توی اون آبم رنگ قاطی بکنین که حالا ویدیوتون جذابتر بشه و ویدیو شورت درست بکنین. یه نکته راجع به ویدیو شورت هم بگم. ببینید شما تمام این ویدیو شورت هایی که درست میکنید میتونید بعداً بچسبونین به هم به عنوان ویدیو لانگ آپلود بکنین، چون سازنده ویدیوها خودتونین به مشکلی بر نمیخورین از این بابت. پس شما مثلا بعد از اینکه 5 تا ویدیو شورت درست کردین، میتونین اینا رو بچسبونین به هم و تبدیلشون کنین به یک ویدیو لانگ. دقیقا کاری که من دارم توی کانال انگلیسی میکنم. اگه اون کانال رو ساب کرده باشین قطعا میبینین، من مثلا میام 4-5 تا ویدیو شورت درست میکنم، بعد اون ویدیو شورت ها رو میچسبونم به هم، میکنم یه ویدیو لانگ. پس این تکنیک هم میتونین به کار ببرین. خیلی خب، حالا بریم ببینیم درآمد این کانال چقدر. تو سایت سوشیال بلید نگاه کنیم، کانالش که دیگه 100% مانیتایزه دیگه، مانیتایز شکر نمیخواد. ببینید این کانال ماه گذشته
153 میلیون بازدید داشته. البته این ماه آخرش خیلی کم کار کرده، به خاطر همین درآمدش یه مقدار پایین تره، ولی 153 میلیون بازدید فقط با ترکوندن بادکنک. دیگه خودتون بشینین حساب کنین. همونطور که گفتم ویدیو لانگ نذاشته، یعنی درآمدش پایین تره، ولی همونطور که گفتم اگه شما میخواین تو این حوزه کار کنین میتونین ویدیو لانگ هم بیشتر تولید بکنین و درآمدتون رو خیلی ببرین بالاتر. بازم میگم این یارو داره تفریحی توی یوتیوب کار میکنه، 100% به عنوان شغل ازش استفاده نمیکنه. به خاطر همینه که هر 7-8 روز میاد یه دونه ویدیو شورت میذاره، یا اینکه هر 2-3 ماه میاد یه دونه ویدیو لانگ میذاره. پس اگه شما میخواین توی این حوزه فعالیت بکنین بدونین 100% موفق میشین اگه ویدیوهای با کیفیتی تولید بکنین. در ضمن یه نکته هم بهتون بگم، ببینید دوستان، هیچ وقت با اولین ویدیوتون نمیتونین موفق بشین. اونایی که با یه ویدیو موفق شدن شانسی موفق شدن. پس هیچ وقت انتظار نداشته باشین آره یه دونه دو تا پنج تا ویدیو آپلود کنین از یوتیوب ماهی 100 میلیون درآمد بگیرین. نه، اینطوری نیستش. شما خودتون برین کانال انگلیسی منو ببینین، من تا الان نزدیک 40 تا ویدیو آپلود کردم، فقط 50 تا سابسکرایب گرفتم از اون کانال. 50 تام نشده، 49 تاست. ولی میدونم اون کانال قراره تا 5-6 ماه آینده راحت ماهی 200-250 میلیون به من پول بده. پس نگرانی ندارم بابتش، میدونم بالاخره یه جا جامپ میزنه. خیلی خوب دوستان، اینم از توضیحات کامل این ویدیو. راستی این که من گفتم بیاین ویدیوهای شورت بسازین و بعدش تبدیلش کنین به ویدیوهای لانگ، راجب ایده های قبلیمونم صدق میکنه. ببینید مثلا توی این ایده که گفتم شیشه رو توش پر آب رنگی بکنین، از پله بندازین پایین بشکنین، تو اینم همون کارو میتونین بکنین. این کانالام دقیقا همون کارو میکنن، میان مثلا چند تا ویدیو شورت میسازن، بعدا اونا رو یه بار وصل میکنن به هم، میکنن ویدیو لانگ. یه نکته ای هم وجود داره، ببینید اینجا یه نکته ای وجود داره که بیام اینو بهتون بگم خیلی کارتون راحت تر میشه. واسه ساختن ویدیو لانگ شما نیاز ندارین که مثلا بیاین حتما 5 تا ویدیو شورت جدید بسازین، اونا رو بچسبونین به هم و بکنین یه ویدیو لانگ. ببینید شما بعد از اینکه مثلا 100 تا ویدیو ساختین، خب 100 تا ویدیو ساختین، چطوری ویدیوها رو به هم میچسبونین؟ یه بار 1 2 3 4 5، این میشه یه ویدیو لانگ. دوباره 1 2 3 4 5، این دوباره میشه یه ویدیو لانگ. بازم این 5 تا میشن یه ویدیو لانگ. خب برفرض اینطوری 20 تا ویدیو لانگ ساختین دیگه، 2 5 تا 10 تا. حالا سری بعدی اگه ویدیو جدید نتونستین بسازین چطوری میتونین ویدیو لانگ جدید بسازین؟ اینطوری میکنید. ببینید ویدیو اول، ویدیو سوم، ویدیو پنجم، ویدیو هفتم، ویدیو نهم. این شد یه ویدیو لانگ. بعد دوباره ویدیو دوم، ویدیو چهارم، ویدیو ششم، ویدیو هشتم، ویدیو دهم. اینم دوباره مثلا میشه یه ویدیو لانگ. با این الگوریتم هم که تموم کردین، دوباره سری بعد میایین مثلا ویدیو اول، ویدیو سوم، ویدیو ششم، ویدیو نهم، ویدیو دوازدهم، ویدیو پونزدهم. این میشه یه ویدیو لانگ. پس ببینید با مخلوط کردن ویدیوهاتون با همدیگه میتونین تعداد بی نهایت ویدیو لانگ بسازین. بازم میگم شاید جای دیگه به شما بگن ریوز کانتنت میگیرین، نه این ریوز کانتنت نیست. شما خودتون ویدیوها رو ساختین، هر جوری هم دلتون بخواد میتونین ازش استفاده کنین. نمیتونین برین یه ویدیو رو 100 بار آپلود کنین توی یوتیوب، اینطوری نمیگم، دارم میگم ویدیوهاتون رو مخلوط بکنین. یه بار اینو اول بذارین، یه بار اینو دوم بذارین، یه بار اینو آخر بذارین. اینطوری میتونین تعداد زیادی ویدیو لانگ هم بسازین. خیلی خب دیگه همه چیزشو توضیح دادم، هیچ چیز خاصی هم نمونده. راجع به ایده های قبلیمونم مثلا مثل همین ویدیو گفتم که چطوری میتونین ازش استفاده بکنین. فقط لطف کنین اگه از این سبک ویدیوها خوشتون میاد و میخواین هر روز از ایده های جدید مطلع بشین، حتما کانال رو ساب کنین، ویدیو رو حتما لایک کنین، زنگوله بغل شروعی عالی همه تنظیم کنید تا به محض اینکه ویدیو جدید منتشر کردم سریعا ازش مطلع بشین و بتونین ویدیو رو ببینید. اوکی، ممنون که تا اینجا با ما بودین. فعلا روزتون خوش، خدا نگهدار.